اجازه بزرگترها، احد آقا، پدر عروس خانوم، بهجت خانوم، تاج سر بنده و مادر دوماد، مراسم رو شروع میکنیم. حالا از مهین خانوم، مادر عروس، دعوت میکنیم که توضیح بفرمایید. خب، ما همه اینجا جمع شدیم تا آرش و غزال رو برای هم نامزد کنیم. مطابق رساله، پدر دختر این حق رو داره که برای مدتی دخترش رو به عقد جوان مورد اعتمادش در بیاره، به اصطلاح همون دوران نامزدی. پسر و دختر حق دارن در این مدت با حضور خانواده و یا با اجازه اونا معاشرت داشته باشن تا بیشتر هم دیگر رو بشناسن، از عقاید واقعی هم سر در بیارن، خلقیات هم رو بفهمن، خلاصه زندگی رو شروع کنن. نادرونه؟ نادر؟ آره. چون نمیاد اینجا؟ این دفعه مسافرتتون خیلی کوتاه بود آقا، چطور اینقدر زود برگشتین؟ نامزدیه؟ بله آقا. نامزدی رسمی؟ خب بله دیگه آقا، یه سمای صیغه محرمیت که مشکلی هم پیش نیاد بعدن آقا. رسمی باشه یه خورده، آرش هم پسر خوبیه، شما نگران نباشین. من فردا میرم دفتر بالا، یه سری اونجا بهم بزن. حالا بفرمایید یه چایی، شیرینی، چیزی ها، بلا بچه های اینطوری که خوب نیست؟ نه، راحت باشی. راحت بگو باخشه رو لغت نکنه، گلا رو حتی نمیره، شاخه ها رو نشه. بچه که نیستن، جماعت هم بود. چیکار کردی؟ آره، باز 5 سال پیش این کار رو میکردم. من
از تمام دارایی که تو این خونه دارم صورت برداری کردم، اونم به طور رسمی. اگه یه سوزنش کم بشه شکایت میکنم. حرفا چیه میزنی آفاق؟ این کارا چیه؟ زشته. تو تمام اموال منو تاراج کردی. این خونه یادگار پدرمه. این چارتا تیگه اساسا دیگه نمیذارم از دستم بگیری. بابا من دوزم. چرا تهمت میزنی؟ چرا توهین میکنی؟ بابا این تهمته. تو کارت شده فقط توهین و تحقیر و تهمت و من نمیخوام بیاری. من تا مغز آسخونه تو رو خوب میشناسم. کاش بیافته میز و صندلی خونه رو برمیداری بابت کلاهبرداری و زد و بندر که تو شرکت داری. من چه میدونم اونجا داری چی کار میکنی؟ کادو میدم، کادو میدم. منم از همه چی صورت برداری کردم. ساعت، تابلو، چراغ، این پروانه ها، این دستخطی که خیلی دوستش داشتی، اون ساعت، از همه صورت برداری کردم. فکر این دوتا تابلو رو از سرت بیرون کن. اینا یادگار مادرمه. نه به کسی کادو میدم، نه میفروشم. اینو به همم گفتم. خدایا منو بکشه، نجاتم بده. نجاتت بده؟ تو نجات پیدا کردت اینه؟ یادت رفته؟ نه بابا جون، یادم نرفته. من همون پسر مباشر بدبخت تو سری خورده وامونده پدر شما هستم. اینی میخواستی بشنوی؟ حالا کیف تو شالا تانی، تو دروغ گویی، تو اصلا احساس نداری، تو فقط دنبال پول بودی، پول، تو مرگی، تو بهتر یه خانواده قشنگ و خوب واسه دوران بازنشستی. عهد عهد نمیدونم، نمیدونم معرف معین نمیشون. خوشبختی همه جورش هست، اختیاری اجباری. شما که واسه خانواده اونا بد نمیخونی؟ نه، در واقع نه. از قدیم و ندیم دو جور سیاست وجود داشته، یا حوید یا چما. فکر میکنم داماد من این خانم رو بفرد. چقدر جلوی تو با من. بله، بگیم بیان تو. اینا من حوید، این نامزدی باید به هم بخوره. سلام آقا. ما رفیق دوران بچگی نبودی؟ چرا نبودی؟ من هر کاری ازم برمی اومده تو زندگی برای شما انجام ندادم. برمی اومده؟ چرش لعنت. خب چرا اینطوری میکنی؟ چطور شده مگه؟ مگه شما قرار نبود برای ازدواج دخترت با من مشورت کنی؟ عزیز دلم، ما آدم نبودیم. حالا میخواد چی کار بکنه؟ چی کاره هست؟ دانشجو چیه؟ ببین تموم شد. یعنی گل جوانی دخترت تو دلواپسی و پریشونی و اضطراب و چشمرایی رفت، پرپر شد رفت. آخه یارو دانشجو چه غلطی میتونه واسه تو بکنه؟ بیا چلو بینم. آخه بابا جان من، این کارا چیه تو میکنه؟ این دانشجو دانشجو یعنی چی چی؟ آخه اون باید برود فارغ التحصیل بشود، سربازی برود، دنبال کار بدود، چشش به توی که آقا حد دیگه، بالاخره پدر زن دیگه، باید جهاز بدهد. حالا نمیدهد، آقا نادر بدهد. حالا اگه نمیدهد چه بشود؟ آخه یعنی چی چی؟ این آینده قشنگه که واسه دخترت میخوای درست کنی؟ وقت منم مسئولیت دارم تو این قضیه. آخه این چه زندگیه؟ خونه پرشه، میخوان تهش چیکار کنن؟
تو اتاق فرکسنی بالای یه ساختمان کلنگی. آقا آب نریز چاپور میشه. روز ایکاز را نریم سابیده میشه. آخه این دیگه این هم دیگه نمک زندگیه دیگه. این هم نمک زندگیه. تو و اون مهین منو بیچاره میکنین. آقا همه جوانا چجوری شروع میکنن؟ آخه تو چیکار مردم همینجوری زندگی میکنن؟ بابا جون من چیکار داری به مردم؟ تو خر خودتو برو بابا جون. من نگفتم آینده دخترتو من تامین میکنم. من به چی گفتم؟ من به چی گفتم؟ فرمودین چیکار شوهر پولدار براش بدین. خب بس چه غلطی بود تو کرد؟ بابا غلط چیه نادر؟ بابا جون بعدت نیاد اینجا کسی نیست. ناراحت نشو آخه ناسلامتی من. تو با هم رفیقی، من تو رو دوست دارم. آخه اگه من تو زندگی تو احساس مسئولیت نکنم که به درد نمیخورم. پس با چی اینجا واسادم؟ آخه من چقدر حرص بخورم ادرس تو؟ چیه؟ این چه نگاهیه؟ که چی؟ یعنی من مسئولیت نداشتم تو زندگی تو؟ نکردم؟ 4.5 میلیون بدهی داریم. که حرفش شما؟ کسی حرفش هم زد؟ نه شما میگی میگم مطلک داری میگی؟ مسخره داری میکنی؟ چیه تو این مخ؟ بابا من این توهم آخرش میشکونم. این از تو به چی فکر بکنی؟ خونه فکر میکنی؟ چون به نامت نشده بکنی خونه داری هنوز فکر میکنی؟ حالا من دیگه میشکنیم آدم بده؟ خونه چیه؟ من تو رو میشناسم بابا جون من. من میدونم تو کله تو چی چیه. میگه خونه چی برو در بسی. خونه چی چیه؟ آقا اصلا این خونه که شما توش زندگی میکنی با زن و بچه هد مالک؟ مالون خدا بیامرز. خدا بیامرز؟ البته خب سندش به اسم شماست. بله تموم شد سندش. الان سندش به اسم ما. سندش به اسم شماست. شما فرمودی مالکیه. خب سند ولی پنبره گوشت بیار بیرون. یعنی میارم از گوشت بیرون. ببین آقا ها اون روزگاری که پدر این آفاق خب زن بنده بله خونه رو رو حساب حق شناسی داد به پدر پدر بزرگ شما که رسید به شما بله سندی هم داشتین شما رو حق شناسی خب لیچار گفت آره دیگه لیچار اگه داده بود که الان به اسم شما نه آقا جون حرف مفته اینا. برای که اون موقعی که اونا کار کردن پولشون هم گرفتن از گشنگی هم نمردن زندگیشون هم اونجا کردن تموم شد. حساب کاکا برادر بله. تموم شد رو. اون بابام همه میدونن که زده بود با سرش چون داده خونه رو آتم بخشی میکرد. بله اگرم من نبودم تا حالا همه رو داده بود. ولی تو دلخور نشو از من. دلخور یه چیل بسه چیمت بدم تو بهت بگم من خونه رو به نامت میکنم، ماشین رو به نامت میکنم، میبخشم همه چی رو بهت. چوک چک و زفت دارم همه رو جلوت پاره میکنم میریزم جلو بات. ولی آخه بفهمم رو چه حسابی. آدم با پای رفاقت سرش هم میده. میدونی که منم ثابت کردم که این کاری میکنم. ولی آخه این رفاقته چی؟ من سوالم اینه که چی رفاقت؟ این رفاقت خلافی کردم گناهی کردم کاری اون گفتی بابا داری میزنی زیرش داری میزنی بیمی داری اعصاب منو خورد میکنی. عصبانی نکن منو به نفس چیکار کردم که رفاقت رو بابا من میتونم از شما توقع داشته باشم احترام ما رو نگه داری؟ میتونم نگه داشتی؟ آقا من یه چیزی خب بگو من یه ساعت منتظرم که تو بگی. من 20 سال منتظرم تو حرفتو بزنی. تو حرفتو بزن منم من باید به هم دیگه بگیم. من تو دلم تو این سینم هزار یه رقم رازه. من راز دارم به سفره دلم و واکنم ببینی چقدر خونه. خب حالا بگو قربونت. آقای نادر بگو من حلش کنم. آقای نادر خان من مهینو دوست دارم. نمیتونم یقه گیری باش بکنم. دوستش دارم. اینه دیگه برادر من. خب اینه دیگه داری باچ میدی دیگه بابا جون. چون دوستش دارم باچ میدم. قربونه دارم زیر سر اونه داره حق دلیش از شما میگیره. بابا دلی کدومه؟ چه دلی؟ دلی دیگه داری باچ میدی دیگه. رسما داری باج میدی دیگه بابا جون من. اگه تو زنتو دوست داری، اگه عاشق زنتی، زنت نباید سوء استفاده کنه، دخترتو بدبخت کنه. که بدبخت چیه؟ چه بدبختی کرده دختر منو؟ بدبخت نمیدونی چی؟ بدبخت نمیدونی؟ بدبخت یعنی تابسون، بدبخت یعنی گرما، یعنی لهله، یعنی آتیش، یعنی صف اتوبوس 30 کیلومتر، یعنی گشنگی، یعنی گرد و خاک، یعنی بدبختی، یعنی که بچه 6 ماه تو بغل آدم گرماست. الهی بگردم، الهی بمیرم، بچه من رقصون شد. اونم قضا تو زل گرما آدم دلش کباب میشه. تو بابایی مثلا، این آینده یه بچه ته مثلا. شبال خدای دل خوش بشون بده. ای کار بخوره به اون دل خوش.
به ارواح خاک بابا میندازمت زندون، میندازمت زندون، چک و صفتتو میذارم اجرا، ماشین ازت میگیرم، خونه رو ازت میگیرم، میندازمت زندون. که چی؟ خب ده همین دیگه، ده همین. میخوام ببینم چطوری من این خانوم با اون دل خوش یک کمپوت واسط میگیره بیاد ملاقات زندون. مرد حسابی، اگه رو لبای دخترت لب خنده، اگه من این خانم با دل خوش میشینه چهار زنون ردیف میز عبدالله رو میزنه برای شادی روح پدر هنرمندش، بخاطر اینکه من خرجش میدم، میدم رفیقم، اسمم رفیق بدبختم دیگه، میدم، ولی به شرط ها و شروط ها، به شرطی که پس برای آقای دیلاغ دیگه به عنوان داماد شما نیاد و بالا گردن ما باشه، حق حساب از ما بخواد بگیره، نردبونش بشم، پله بشم، بره بالا، میفهمی چی؟ کولی مولی اینجوری نمیدم دیگه. برو این نامزدی رو به هم بزن. یعنی چی؟ برو به هم بزن، برو این نامزدی رو به هم بزن، وگرنه فاتحه چندین چند هزار ساله رفاقت رو بخون. ای بابا خرابش میکنم. برو خودتو نشون بده، برو قاطعیتو نشون بده، برو. زنهای سریع به اون آفاق بزن، این زن گردن منو تو حق و حقوقی داره، اون کاخ ابیزش پر کاو پیدا نمیشه. آره جون دلت شور نزن، اینجوری که تو پیش میری من بعد همون نوخالی هم تو اشکالی داره بخوری، زحمت نکشی من اینقدر سخت نگیریم به خودم. یه بخی من حرفا رو جلو بابام نزن. ما خانوم من کشتی بگم سرم زن قرار تو این عدد این بابتا. بابا جون بابام نگرانه من، چون اصلا این حرفا رو نزده اون همینجوری همش تو فکر و خیاله که دوباره تو ما بشینیم نوخالی بخوریم و از این بعد دست من مادام تو تشت رخت و زیر شیرا. بابا من مخلص باباتون به خودم این چیزه. خانم اصلا بنده روزی 15 ساعت برای جناب علی کار خواهم کرد. خوبه؟ نه 20 ساعت، 30 ساعت. بفرمایید اینم بابا. بابا دور دل واپس نمیشه. مادرم؟ بهجت خانوم میگه. سر شما درد نکنه. سر شما درد نکنه. چیه بهت برخورد؟ والا من بچه هم؟ بزرگی؟ چه عرض کنم؟ بابا جون آدم تا وقتی که باباش پول تو جیبی میگیره یعنی هنوز بچه هست. بد نیست سر وقت بری. میگیری خیلی حساس شدی. نمیتونم خانم، نمیتونم اینقدر پوست کلفت باشم. یه سفره رو بنداز. میرم منم شام پخته. رفتیم بابا. مدافز جواب نمیدی؟ به سلامت. خب تو میگی من چی کار کنم؟ هیچی، برو. عجله میخوانی شوهر بدین، حرومش میکنی. به اون چه مربوط؟ میگه اگه در مقابل زندگی ما مسئوله حق اظهار نظرم داره دیگه. اظهار نظر چه ربطی داره به دخالت؟ دخالت کدومه؟ خب حرف میزنه دیگه، میگه این یه لاغبا دخترتون رو بیچاره میکنه، من میتونم یه شوهر واسهش پیدا بکنم که تا آخر عمر همه تون
برق ناز و نعمت چی؟ تو دیگه کی هستی؟ خودمون یا غزال؟ این هم حرفاست. چه فرقی میکنه؟ خب اون بیچاریشه، ما بدبختیم، ما بدبختیم اون بیچاره. خب کجون بدبخته؟ خب همین دیگه، اون درست از چی گوشته همینجا. بابا تو اصلا انگاری یادت رفته سند خونه به اسم نادره. اگه شما جد آبادی واسه پدر زنش کار نمی کردیم کنه لغزا رو منم بلدم بخونم برامون. مگه پدر زن آفاق وضعیت نکرده بوده که این خونه به شما برسه؟ سند خونه فعلا به اسم نادره. دادگاه حرف اونو قبول داره که سند خونه به اسمشه. پس زوره؟ زوره. یعنی آقا نادر تصمیم گرفته به زور ما رو خوشبخت بمون؟ دل خوشی اون همینه که دستور بده اجرا بشه. تازه با منم که دائما در رفاقت داره در میاد. شوره رفاقت رو ببرم. بفهمه این مرده شوره تو رو ببرم. آخه بسه دیگه. تازه یاد رفته 4.5 میلیون بهش بده کاری ما بابت ماشین و ایزار و زندگی. من با خودتو طلاهامو نمیبردم بازار میفروختم. چیره من قاجور تو سرم خورده بود میمردم نمیومدم. چرا میمردی؟ برای که به زبون نیای؟ برای که حرف نزنی؟ بفرمایید. باشه احد آقا، تو پوست استخونه در سر سفره پدر من نیست؟ در منکرش لعنت. بفرمایید سوار شین خانم. خانم آفاق، مگه پدر خدا بیامرز شما خونه مصطفی رو نبخشیده بود به خانواده ما؟ همین، من که تمام مستقلاتم رو به نام نادر کردم، چرا نباید اون خونه رو به نامش میکردم؟ مگه خودتو نمیگفتی نادر قابل اعتماده؟ پس من خودم زخمی هم دیگه. بگم چی بشه نادر؟ لایی بگم چی بشه؟ بگو دیگه، مگه لال شدی؟ بگو پول واسه چی گرفته بودی؟ معلومه واسه دستگاه. خب قرارمون چی بود؟ هرچی در بردم بفروشیم. خب این کاری کردی؟ کردم دیگه، همش همین بود. اون چهار تا تیکه اصلی جنس همه گنج اون چهار تا تیکه. بحثمون سر اون چهار تا تیکه است. من رو کردم دیگه. ای خیال میکنی ما حال پشندیم؟ تو خیال میکنی ما از اوشکلوم تپه اومدیم؟ تو از درگز چهار محل اومدی اینجا کلاه منو برداری ببری واسه تایبت سوغاتی؟ تو خیال میکنی من پول دزدی دادم مفتی بدم به شما؟ من حالا بعد تو چه چیزی به این نمیگی؟ اینا من نظر میزنن. من میگم کلاغ و چشات دره. جنس شما رو چیه؟ آره دیگه خوبی دقیقی بیرم دکتر؟ میام البته تشکر میام. باشه آقا، باشه بینجا بینجا یعنی چی چیو نمیفهمی؟ این توقعات تو رو. کدوم توقعات؟ نمیگی کدوم توقعات؟ بگو. خانم من نمیتونم حساس نباشم، نمیتونم بی تفاوت باشم. آرش باز داری از یک آه کوه میسازی. آه کوه چیه؟ بله اصلا کوهه. اصلا ببینم چی گفته تو تعیین کنی چی کاهه چی کوه. آرش من چی کار کنم؟ من باید چی کار کنم؟ هیچی، بی تفاوت نباش، حساس باش. عجب، این از رفتار اونجا پدرت، اینم از ماجرای امروز. غزال به خدا این تلفن رو میکوبم تو دیوار خورد میکنم. چته؟ هیچی مامان. چه خبرته؟ بفرمایید بیرون لطفا در رو ببند. چی شده؟ در رو ببند مامان، در رو ببند، خواهش میکنم. یا خانم چی کاریشون داری؟ بذار زندگیشون رو بکنن، به من و شما چه؟ آرش خوب داری آبرو ریزی را میندازی. خانم من داماد خانواده شما هستم یا نه؟ بگو دیگه، چرا هیچی نمیگی؟ برای اینکه داری کلافم میکنی. تو بگو ایراد حرف من کجاست؟ حرف تو ایراد نداره، تو ماجرا اونجوری که فکر میکنی نیست. ببینم امشب قرار هست شما مهمونی برید یا نه؟ بله. چرا من که داماد خانواده شما هم نباید همراهتون باشم؟ این نادرخان نمیدونه احد آقا دخترشو نامزد کرده؟ آره اشتا فکر کنون آدم بیشوریه، اینجوری فرض کن اصلا. اه بیشور. ببینم خب اصلا چه لزومی داره تو دعوت آدم بیشور رو قبول کنی؟ آرش کلافه شدم. کلافه شدی، بشین خونه مهمونی نرو. به باباتم بگو به اون بیشور بگه واسه چی نرفتی. اصلا دیگه نمیدونم چی باید بگم. میدونی ماجرا چیه؟ بله، ماجرا اینه که من هنوز دارم تو خونه بابام زندگی میکنم. تو اینو نمیفهمی؟ نه خیر، ماجرا اینه که من هنوز از بابام پول تو جیبی میگیرم، ولی نادرفا هنوز به همه پول تو جیبی میده. بس کن. صاحب
صاحب اختیار تو منم، اینو بفهم. ایشون فقط حق داره با تو حرف بزنه، همین. نمیتونه امر و نهی به تو بکنه، نه قینو داره که برای تو تعیین تکلیف بکنه. تو هم تا مادامی که خونه شوهر نرفتی فقط باید برف من گوش کنی، این یه قانونه، اینو بفهم. بفهمید اصلا به چه مجوزی این پسری به خودش ایزین میده که بخواد امرای ما بیاد مهمونی؟ بس کن احد، فهمید آرش غلط کرد، فهمید. تو هم را بیفت. چه اسیری شدم خدایا. بلنش اون چه اینجوری میکنه بابا؟ اجازه میفرمایین آقا؟ خواهش. شما همه خودتون میدونین که من تو این جمع به خصوص با هیچ کس رو درواسی ندارم. همه با هم زندگی کردیم، بازی کردیم، همدیگر رو میشناسیم. پدر مهین خانه معلم موسیقی من بوده، احد مثل برادر من میمونه. ولی این آقا، این آقا هم یه دزد پس فطرت لاوبالی، یه کلاش نابکاره. اینه دیگه، غیر از اینه. آخه این آقایی که تو میگی اون آقای محترم خانواده دوست محبوب همسر وفادار اینا که نیستش که. درسته، حیف از کلمه آقا. همین قربون اونی که زبون و دلش یکیه. حالا این آقای دزد کلاهبردار لاوالی امشب میخواد در حضور این جمع مهربان با شما تصفیه حساب کنه. کاری نداره که بابا جان من. آقا به این میگن ماشین حساب، اینم میگن دست چک بنده. شما بفرمید ما چقدر بنویسیم؟ همه زندگیت. نه بگو چقدر، رقم بده، عدد بگو، بگو چقدر، من مرقوم بفرمایم. هر چی که داری. سهم خودم چی بابا جون؟ سهم خودم چی بابا جون؟ من مال اموال پدر شما رو با سگداری، با جون کندن، با گذاشتن جوانیم صد برابر کردم. من پدرم در اومده، من پیرم در اومده. تکلیف خود من چی میشه؟ سهم خود من چی میشه؟ اونو به بنده بفرمایید. لابد به اندازه پسر مباشر پدر شما دیگه، ارباب دیگه. سلام علیکم. اونم از سرت زیاده. ها؟ تمام عمرت اندازه یه پشیزم ارزش نداره. نداره. و سلام. نام تمام. آ آ آ بابا جون تو دنبال تحقیری، تو دنبال توهینی بابا جون من؟ تو دنبال حق و حقوق نیستی که؟ گفتن زن و شوهر، ارباب و رعیت که نمیدونم. شب بخیر مهین خانم. شب بخیر. نمیدونم چرا اسمتو یادم میره. غزال. غزال چه دختر قشنگی شدی. خوشبخت بشی. خیلی ممنون. ما هم که آدم نیستیم دیگه. خدافظی، شب بخیر. اومده بودی اینجا شهادت بدی. خانم من که سر شام همه چی رو گفتم. طلا، زمین، مستقلات، شمال، تهران. تو از بچگیت خرم بودی، تا آخر عمرت هم خرش میمونی. من دست موزم بی خود نبود پسره، میگفت این نیاد اینجا. من خانم تو رو خدا دلخور نشو بابا. این چیزی که این میگه در رابطه با دوران بچگی و خواهش اجازه بدین ما مرخص شیم. اجازه ممنون از شماست. برو بابا جون، برو، من میام دیگه. شب بخیر بابا. عجب خانمی، عجب خیلی هم از این با. به
به دل گرفتی؟ کم مونده بود یه کلا بوقی سرم بذاره بچرخونه. اما به من ببخش. ببخش. کی بود این پسره حالا؟ نایی میگو. پسره کی؟ همون که گفته بود نایی شما خونه من. آرش. نامزد غزار. بگو بیاد من ببینم بشه. بابا اومدم بابا جم بگم بیاد دفتر. بگو بیاد دفتر. شب بخیر. خیلی هم خجالت کشید بیچاره، من که جلو ما هم بود دلم برای سوخ که خدا میتونه. گریه کنم وا یقم پاره کنم سرم بزنم اینجا بشکنم بپرم تو آب. چه دیوونه بازی در میاری؟ این چیزا به من چه مربوطه اصلا؟ آرش من دارم در سلامتی راجع به زندگی یه آدم حرف میزنم با تو. چیکار کنم؟ من چیکار کنم؟ هیچی بازم تو ذوق من. من زدم تو ذوق تو. نه خیلی من زدم تو ذوق تو. خانم عزیز من محروم ها اما ناسلامتی ما داریم دوران نامزدیمو میگذرونیم. مثلا اومدیم پارک این همه چیز خوب دور و درخت‌ها رو نگاه این گلا رو نگاه آب و هوا به این خوبی و جای این حرفا نیست اصلا. آرش خیلی بده ها آدم اینقدر آدم رو راحت نفی کنه بذاره کنار اینقدر ساده از کنار زندگی ها بگذره. خودم اصلا این کارم من اصلا هندی هم خودم. یعنی چی؟ من تو تخصص دارم تو عشق و آه و ناله و فلان. الان تو مرخصی هم میبینی اینجوری من معاف کند دیدن این نمایشنامه زندگی سوزناک آقای ناده. بد اخلاق دیگه. من بد اخلاق. بد اخلاق دیگه همش دعوا داری. من دعوا میکنم؟ معذرت میخوام ببخشید من همش دارم دعوا میکنم. این آمفی‌تئاتر اینجا دیدی؟ باش کجا؟ تئاتر از این تئاتر هندی گریه دار سوزناک حسابی کشتی منو جونم از دستتو به لبم رسیده. ای خدا تو هم منو کشتی جون منو از دستتو به لبم رسیده اینجام طلاقم بده مهرم حلال جونم آزاد. پس من چی؟ جوونی من چی؟ من به خاطر پول بابات با عروسی کردم. اگه کسی این وسط مهریه باید بده این تویی که به من مهریه باید بده. ای پس فطرت ای نامرد. پس تو به خاطر پول با من ازدواج کرده بودی؟ من احمق فکر میکردم تو منو دوست داری. من نمیدانستم من نفهمیدم خر بودم. ثروت انبوه پدرت مرا افسون کرده بود. آه از آن ثروت آه از آن همه پول. و شما ای هیئت محترم منصفه و ای قضات عالی‌قدر حالا شما قضاوت کنید حق با کیست؟ بگویید به این غزال. ما نمیدانیم این گره کور و رازی نابکشوده است. وقتی آنها نمیدانند ما پریشان حالان دلخسته چطوری بدانیم آخه؟ واقعا قضاوت مشکله ها. پس بنوازید ای رامشگران و ما را دریابی ای فرشتگان. Yeah.
کنم همون فرشتگان آسمان. یعنی فکرم با خاله چیمونه این بخواد. بزنیم بچه بزنیم بچه کجا بریم؟ یعنی نگفت نادم خودم بریم 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 قزال اومده. قزال؟ با آرش. آرش که؟ نامزدش دیگه یاده درفته. اه؟ اون اومده؟ بله. میگردش یه نهار فقط زیست و بدبختی و زندگی و آفرین 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 درد و رنج و پول پول فقط پول گرفت. آقا ما باید باور کنیم پول چیز خوبیه. بیارم چون پول چیز خوبیه. اگه تو پدر مادر پول دار نداری خودت پدر پول داری باید بشی. باید جوانی تو رسو کار باید کار کنی زحمت بکشی باید به پول در آوردن عادت کنی باید به ریاضت تن بدی. میفهم چی میگم یا نه؟ حواس بازی هنوز سیبیلا در نمیدی میخوای یک کنیز بیاری تو خونه. خیلی خوب نسل آینده رو بدبخت نکن. یه عمل جراحی ساده و سرپایی دکترش هم با من مخلصم هستم. عقیم شو راحت کن. نه تو رو خدا بچه خیلی خوبه به قرآن. نه تو دیگه چرا داری میترسی؟ تو که میتونی مثل ملکه باشی. میدونم ملکه ای تو بین قیافه هم نگاه این ملکه نیتو رو خدا هم یه قیافه هم به پادشاه که نمیخوره. عزیز من تو چرا حالا نخ تایی میکنی این دعوا؟ تو آرشی تو آرش کمانگیری باید بل کنی باید پرتاب کنی باید چلیک بشی از این مرزای مهم بگذر. آقا تو باید خطر کنی باید شجاع باشی باید قوی باشی باید بری. میدونی چی میگم؟ باید بری. کریستوف کولوم وسط اقیانوس گرگجی گرفته بود. حالا کجا بره؟ عقب بره که افتی خیلی راه اومده. بره جلو کجا بره؟ نمیدونه کجا بره. تو چش کار میکنه آبه؟ ولی رفت تصمیم گرفت رفت آمریکا رو کشف کرد. مارکو پولو مارکو ببین انصافا قیافه ایشون به مارکو پولو میاد یا به امپراتور چین. ها بابا انقدر دندونت خراب نکن. میگم خلال دندون بیارین. آقا خیلی به خلال دندون میذاری. آقا ما چی میندازیم؟ هر کی زورش بیشتر بود میذارم ها. اجازه بده اصلا نه ترس اون پولا رو تو بازار شهر کن خرج. اجازه بده ما این ما جامعه اونی که برج میسازه یا اونی که یه قبیله بچه تولید میکنه؟ برج شما یه قبیله آدم باید نه ترس بابا جون من نه ترسیم. من اینجا نه ترسیم. ببین ما میتونیم یه خود بی پرده با هم حرف بزنیم. من تو حالا تو پرده داشتیم حرف بزنیم. جدی ازت خوشم میاد.
فکر میکنی چی میخوام بهت بگم؟ مطمئنم میخوای سرم یک کلاهی بذاری. عجب عجب. گوش کن. ببینم اگه من یه بورس تحصیلی اساسی خارج، دکترا، فوق دکترا، حال وسط جور کنم، بازم یه همچی تصوری داری؟ ها؟ چی میخوای؟ ببین این دخترم میتونه مثل یه ملکه زندگی کنه، بدون سختی، بدون بدبختی، بدون نگرانی. تو میتونی همچی زندگی رو سرش کنی؟ میتونی؟ میتونی؟ یه خونه بزرگ، پدر مادرش خوشبخت، بچه‌هاش سالم، بهترین معلم‌ها، بهترین مدرسه، بهترین ماشین، همه چی. میتونی؟ من فکر میکنم شما بدون همدیگه خوشبختیم. ولی با غزال گوش کن، بریم. میگم جسارت خیلی چیز خوبی ها، ولی به شرطی که بتونی پاش واسی. هیچ غلطی نمیتونی بکنی. آرش یعنی چی این حرفو؟ وقتی که چه که درش گشترش دلش میخواد داره میگه. تو رو خدا چی شده؟ آرش بعدی بهت میگم دوست بابا. بابا خب به منم بگو چی گفته؟ هیچی، زر مفت، فوش خوار مادر. خوبه؟ بریم. توهین چیه؟ خیلی خوب، می‌خواستی جواب شو بدی. جوابش این بود که از اون بالا پرتش کنم پایین. خیلی خوب، پرتش می‌کردی پایین. دست بردار حبیبی، تو نمی‌دونی؟ نمی‌دونی رفاقت نادر با احد خیلی قدیمی تر از رفاقت شماست؟ پس مثلا همینه که دعوت نادر خان رو قبول می‌کنه ولی به شما جواب رد میده؟ پس بگو ناراحتی تو از اینه که چرا شام نیومدن اینجا؟ ناراحتی من از چی مطمئن نیستی؟ از اینکه این حرفا حرفای خود نادرخان تنها باشه. میری اونجا جنجال به پا می‌کنی آرش. من باید تکلیف خودم بدونم یا نه؟ خب واسه من ما این صحبت کنیم همه چی معلوم میشه. وایسا بشین، حرف نزن، خفه شو، بمیر. خانم من نمیتونم، خانم بهجت خانم. من دارم خفه میشم. قلبم داره میاد تو دهنم. داره جونم در میاد. میفهمید شما اینو؟ ولش کن خانم. بذار بر. برو آقا جون. حبیبی. بابا برای من اصلا قابل قبول نیست. چرا؟ چرا قابل قبول نیست؟ برای که از شما توقع ندارم. یعنی همیشه تو بعد من توقع داشته باشی؟ نه. خب این دفعه ایزه بده من از تو توقع داشته باشم. آخه این بار که قرار سرنوشت من معلوم بشه؟ کی گفته سرنوشت تو بستگی به آرش داره؟ کی میگه سرنوشت تو یعنی آرش؟ حرف نادر رو میزنی؟ هیچ وقت تو نذاشتی من حرفم رو راحت بزنم. چی حرفت؟ نادر حرف منو میزنه خانوم، نه من حرف نادر رو. از شما از اون خواسته این حرفا رو به آرش بزنه. آره من خواستم. دست بردار احد. این دفعه صحبت زندگی دخترمه خانوم. فقط اون کاری رو میکنم که فکر میکنم درسته. همین. کدوم کار بابا؟ از اول نامزدی تو آرش اشتباه بود. بابا. اگرم من زیر بار رفتم فقط به خاطر فشارای این خانوم بوده. باید به هم بزنیم، نامزدی باید به هم بخوره. من خودم میرم در رو با میکنم. بابا چی میگه یا چی کار بخواد بکنه؟ سلام فرمیش مادم دو کلماتون حرف بزن. بابا تو بگو بیاد برای حرف زدن. بابا چیه؟ بابا نمیدونی چیه؟
فضل محرم منه، نامزد منه. صدا تو بیار پایین. از این حرفایی که نادر خان میزد سرخود نبوده همچین انگار. نه، هیچ کدوم از حرفای سرخود نبوده، همش نظرای من بوده. یه شبه؟ همین یه شبه نظرتون عوض شد؟ خود نکن بی خودی بچه. برو تو تو برو تو خونه به تو میگم بابا تو رو خدا تو هم برو با تو تو خودت آدم زندار بزرگتر نه بزرگتر من خودم هم بمیر چیه آقا چقدر گرفتی؟ چقدر گرفتی از دادر؟ آقا تو رو خدا بابا تو رو خدا خود چقدر بداده؟ گردنتو میشکنم اندر بزن تو بزن اینجا بکن کاری بخوای بکن نمیذارم بس کن غلطی دلش خواهد بکن نگفتم یا اینجا جنجال بپا میکنی برو چه خبرت آقا من باشم از سر رو نداشم خانم بیا 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 چه خبره مردی اسم میفتی این پاشو این دفعه اینجا بذاره قلمش شکستم میفتی اینجا سکته میکنی بابا یه دفعه دیگه این پاشو اینجا شکستم دیگه آبرون نداشم خیلی خوب بابا خیلی خوب بیا تو مادر بیا تو چیزی دیگه نشده مادر چش نباشه. باشه. حالا با من چیکار کنم؟ چیکار کنم؟ چی میدونم والا. چیکار میتونی بکنی؟ خب بگو شرط یه کاری ازم بر بیاد. همینقدر که فقط بتونیم این زندگی رو از زیر بدهکاری و قرض در بیاریم، بکنیمش به اسم عروس تو. خودمون چه بدبختی انداختیم. آدم معمولی نیست، هیچ قول بیشا خودتو میگه. تو هم با سینه سپر کردن و عربده کشیدن فقط خودتو زایه میکنی. باز جناب علی رم نکن بابا جان، گوش کن ببین چی دارم میگم. من میخوام کاری بکنیم که قضا رو از دست ندی. چیکار کنم؟ شما بفرما من چیکار کنم. دندون رو جگر بذار بگو قبول، علکی هم که شده بگو قبول. بذار نادر خان این شاهزاده سوار بر اسب سفیدش رو کنه. بگو اگه قضا بگه برو من میرم، اگه بگی برو نمیری؟ نمیدونم چی بگم. آدم اینقدر سنگه، آدم اینقدر بیره. والا زندگی فقط به خونه و ماشین و لباس نیست. اینا چی میگم؟ حالا این خواستگاری رو که داره معرفی کرده؟ نه. پس چی؟ دیروز به احد گفته خانواده تو برده با هم دیگه بریم شما. مثل اینکه اونجا میخواد یک کسی رو معرفی کنه. قبول هد آقا. غزال به هم بگی برو میبیرم. آره دیگه، تو که نمیخوای با چک و لغت دختر شوهر بدی. یه تلفن. الو آرش دل از من بکن، دیگه نمیخوام ببینم. همین. تو مشکل تو باید دختری در کنی. من مشکلم رو بتونم با شما حل بکنم انگار با تمام دنیا حل کردم. حل حل خیلی خوب بفرد خوش اومد. شب که میشه خانه ای روشن ندارم، برم پیش خدا دادی برارم. من از کی کمترم یاری ندارم، من چرا یک گل به صد گلشن ندارم. ای خدا من که دل از آهن ندارم، ای خدا من که دل از
آهن ندارم تمامی از ما بدت بیاد. آره ما شدیم سنگ سر راه و سرمایه‌دار زالو صفت و عشق هم حالیمون نمیشه و جوانی رو هم داریم ابه میبریم و اینه دیگه. ولی باش ای روزگار ای روزگار، ولی بالاخره یه روزی خانم جان میفهمی که ما خیرتو میخواستیم، دوست داریم. عد آقا بابا را بیافتیم بریم یه چیزی بخوریم. غذا بخور نه، غذا بخور نه، غذا بخور نه، نار بخور نه، پوک نه. حسابی نیست نه دیگه، آرش یه لغباز. خب آرش پس زندگی بر نمیاد، نمیتونه خوشبختت کنه. خب آب خوش گلوت پایین نمیره، بدبخت میشه، بیچاره میشه. خب که چی بشه؟ خب که بچه هم نجات پیدا کنه. خب مرد چقدر تو ساده. چی شده؟ با تلفون جلد دلر زنگ زده؟ کردم
خودش من نه من زن نمیخواستم، هدفم چیز دیگه بود بابا جون. من این باباه انداخت ما رو جلو، او برو جلو پول داره چه میدونم دختر ارباب پولدار میشیم چی میگو؟ بعد اجاقش کوره اجاقه میگو اجاقش کوره خودش وارثش میگی به جهنم که اجاقش کوره خودت وارث میشی خودت وارثش میشی. ما گیر کردیم اینجا، حالا چیه؟ حالا یه گل نیست ما بوش کنیم. من صدای خنده بچه رو میشنم حالم عوض میشه. نادر خان نمیشه شما یه بچه بیاریم بزرگ کنیم؟ یه بچه بیارم بزرگ کنم مهمن خودم چه مهمن قصر جون؟ خب حتی یه قسمتی داره نادر خان. قسمت ما یعنی اینه؟ اینه؟ چش من این خانم میفرماین قسمت ما اینه چش؟ آخه این حرفایی که شما میزنی معنیش اینه که یه زن دیگه میخوام. جنس خراب 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 زن نمیخوام، من عشق میخوام، من یه دریا عشق میخوام، من زمینیم، من عاشق. هیچ که نخورد میوه؟ چی رو شب بخیر؟ دختر من نفرین میکنه، معده درد میگیرم، بعد میگه شب بخیر. آقا جی منو ببخش، اصلا اگر که به من نگی نادر جان از صمیم قلب بخشیدمت از شب بخیر خبری نیست. نگه نمیخوای به من عزت بدی بابا جون؟ خب منو حلال کن، بل کن، منو ببخش، ببخش، منو ببخش. آقا نادر، غزال دختر شماست، کوچیک شماست، خدا ببخشه. شبتون بخیر. ببخشید بابا ناره خانمگار خیلی حالت گرفت. آه نه درده خیلی درد و عصبی. بابا ما صبح جمع و جور میکنیم بریم تهران. بابا جون من، من اینجوری دیدی رفیق؟ بخاطر حالتو قرار فردا صبح چی بود؟ قرارمون که این بود بریم کله پاچه بخوریم و فک بوسند و بچگی و کجا؟ جنگل و یه جای با صفا و وسفرحال و بربیزون و اینه دیگه. بگم چی؟ عجی مجی لاتر عجی چی؟ حالا اومده بود اینجا؟ بخور بخور دیگه نمیخرم.
دکتر میخوام یه رازی رو به تو بگم که هیچ کس نمیدونه. نه بابا، میگم پسر خودم. من یه پسر دارم که کسی نمیدونه اینجام نیست، ولی من میخوام بیارمش. من دلم میخواد تو با اون ازدواج کنی. فکر نکن نمیشه آرش فراموش. من همه چی رو ازت فراهم میکنم واسه احد، واسه مهین. ما با هم خوشبخت میشیم فضا. بخواد که این پسر یک گدا گوشنه همه چی رو خراب نکن. اگه دنبال من میای پیشنهاد میکنم که بیشتر از این بالا نیاد. میدونی من جات بودم چیکار میکردم؟ خودم از این بالا مینداختم پایین. سلام علیکم. شما من کلثوم هستم. شما همسایه بغل دستی هستم. شوهرت آفاق نادر. نادر دختر آفاق آورده. دختر احدو. دختر احدو آورده. از شما الان ویلاتون هستم. با زنش و غزال. با زنش غزال. غزال دخترشه. غزال دخترشه. باید ازدواج کنه باش. شما با خبر باشین. من وظیفه داشتم به ادعای بدم. نون نمک خوردیم با هم. نمیدونم با تو نون نمک خوردم. همسازه بغل دستی هستم. باری چازه باری چازه. بگو مواظب خودت باش. مواظب خودت باش. بخواد زن بگیره. باید زن بگیره. دیگه سفارشی نمی کنم به. خب قد کردم. قد کرد اون از دست. خیلی لطف کردی تو به من مادر. بیا پول نمیخواد. وظیفه من بود که بهش اطلاعی بدم. بردار بابا از زیاد مکنم همینی باش دوست بودم دونه نمک خوردم. بیا قلن پول تلفونه تو بگی. اصلا برم از اینجا دیگه میرم و دیگه بعد نمیگردم.
ببین یعنی نادر نیست، یعنی نادر مرده. سه بشه تا از ریشه بزنم جای اینکه اینقدر به خودت سخت بگیری به دیگران سخت بگیری. یه میلیون باشو باشو به این پایین بچه ها جمعه باشو چی میگه؟ نمیدونم والا. صحبت خواستگاری دیگه به این حرف میگه نیست. میگه اصلا صحبت ازدواج غزال نشه. خب حق داره. خود زودتر این ماجرا فراموش بشه. نمیدونم چی بگم. صدایی داره قصه نخور من اینجا هر یه ماله میاد باش صحبت میکنه کم کم درست میشه. سلام علیکم. از آقای رحمانی؟ بفرمایید. احد رحمانی؟ بفرمایید. ایشون تشریف دارن؟ نیستم. شما؟ من دخترشون. یه نامه دارم. از کجا؟ دادگستری. دادگستری؟ بله. لطف کنید یه امضام بکنید. کی بود؟ باز چی؟ چی اون نامه؟ حکم تخلیه است. حکم تخلیه؟ حکم تخلیه؟ آخ بیشرف کار خودشو کرد خونه بیرونش میکنه کسافت. یه دفعه رم میکنی یه ضربه خورده یه ضربه زده همین وقتی بهت میگم که باید از روی حساب جلو بری حرف منو گوش نمیدی. من باید مواظبشون باشم. من نمیدونم نادر از جون اینا چی میخواد. تو فقط ادعا داری. ادعا چقدر ادعا داری تو آخه بشر؟ فقط ادعا آخه چرا اینقدر نامرد؟ اینقدر نامرد؟ آخه اینقدر نامرد؟ مالمو میخوام. اون خونه مال تو نه.
اینجا بینم. در باز کن. بازش کن. اولش کن. دخلت نکن. برو پی جلبش بیار. خیلی دلم میخواد یه سیگه ازت بخورم. من تا حالا آدم نکشتم. این کار تو تکلیف من مشخص بکنه. بزن میگم. باورم نمیشه. خدمت بزرگی بمیشه. اینم حکم جلبت. تو همیشه آدم رو بازی میدی. فقط بازی. ببرینش. دستتو بنداز. من نمیفهمم بابا تو چی از جون ما میخوای؟ چی رو میخوای بخری؟ ما تو بدمون میاد. همه چیه که آقا به پول نمیشه خرید. بدبخت. من نمیدونم چرا ما نشستیم. آقا چرا بالا نشیم بریم یخی متگر بگیریم؟ این داره بالا پا در میارشون. نمیفهمید شما؟ نمیبینی رو؟ من خیلی هم سر پام. الحمدلله خونه دارم، زندگی دارم، زن خوب دارم، مشکلی ندارم. شما هیچ مشکلی نداری؟ چرا؟ مشکل من تویی. همسایه ها یاری کنین تا من عروسداری کنم. به ما چه؟ همینقدر که نشستیم داریم قصتو میخوریم ذخیره آخرته. ما که نباید برای دفاع از عشق و عاشقی جنابالی جانفشانی بکنیم که. من اگر جای احد بودم یه جوری سر دختره رو شیره میمالیدم میدادم دست یارو ببره. تارم میدادم دست پاسبان. آقا جون ما اون قهرمان افسانه شما که نیستیم. قهرمان افسانه ای میخوای؟ خودت دست به کار شو. بسیار خوب. بله بله چشم. میتونید برید بالا. نادر خان بالای برج هستن. آسانسورتون کو؟ گفتم فقط از قلعه میتونید استفاده کنید. پلدر اومدی بالا. آره بالا چی میخواد؟ میکشمت. ها؟ آخه بابا جون آدم کشتن کار آسونی نیست. ببری نشونش بدیم. Ah!
بسته دیگه بیشتر از اون جلو نه یا تو حیفی من تو دوست دارم ببرین اشبا بود داره بزرگ میشه خیلی بیرحمی به خدا خیلی دلت سنگه خیلی دلت سیاست تو از عشق میفهمی چیه؟ تو میفهمی عاطفه یعنی چی؟ تو بودی از صفا دم میزدی نه؟ کو صفایی که میگفتی اسم تو رو میذارن دوست میدونی چیه؟ من فهم کم تو اصلا هیچی نمیفهمی تو هیچ کسو به غیر از خودت دوست نداری هیچ کسو دوست نداری به خودم تو فکر میکنی من به این راحتی ولت میکنم تو آبروی منو بردی دل بچه منو شکستی شوهرمو اسیر زندان کردی به این سادگی ولت نمیکنم بیا بریم چه نفر می؟ ها؟ با یه نفر بالاخره ما اگه گرگه نباشیم روباه هستیم خب باید کردار یه منظرت بگه منظرت منم مثلا من روباه هم تو گرگه هر سه اون خوش هم گرد دیگه ندرد بابا آره ما خوشمون اومد از تو جناب نادرخان افشار و سلطنه برو پس به سلطنه
کتلا بیا. ما در خدمت شما هستیم. بیا. ببین. با شما نیستم. بیم. بله. بیم یک پولی انا درشا بیدیم. رفیقه ما؟ این پول اون گنج حق من آقای پولان کما باید بمونه حالیته یکی اون باید بمیره اینجا تو حاضری بمیری؟ نه من نه ولی من حاضرم بمیرم باور نمی کنیم آج جلب بله آقا اینجا این چیه تو دسته؟ بالاخره مهمونی نخونده داریم اینجا پره؟ معلومه بله بینم بنده اینجا خب آره دیگه همینجور نامردی باید بزنی تو یه توفنگم و ساقا بیار بجون دوئل میکنی من از بچگی کشتی مرده فیلم های وسترن فیلم های جنایی فیلم های پولیسی ادی کنستانتین بیت لانکستر مشعل کمان یادت میاد مشعل کمان یادت نمیاد حالا که اونا نیستن دوست دارم ثابت کنیم کدوممون تو عشقمون صاف داریم مرد من دوئل میکنیم من هستم یه رو تفنگو خدا بلدی ها چطور کنیم به تو مربوط نیست بیا آقا کنابی اینجا آقا شما تا ده میشموری ما پشتمون به هم دیگه است سر ده بر میگردیم شلیک میکنم من با تو شوخی ندارم آ شوخی نمیکنم آقا باور کن ده ها که شنیدی شلیک تو بکن بشمون یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو سب کن مال داستان داری بینجا من میخوام ببینم پس فطرت تر از من و جک پلانس هم تو دنیا وجود داره یا نداره اینو بگیر توفنگ زده من توفنگ اینجوری نمیزن به کسی بینجا خب ما به این آقا ندا داده بودیم که تو توفنگ تو تیر مشقی بذاره میخوام ببینم این تیر مشقیه یا نه
خلاصش کنم. من یه عمره که دنبال خودم میگردم. فکر میکردم حیرون دنیا، حیرون پول، حیرون زن بچه. من ایش کدوم اینا نیست. آدم حیرون خودش، حیرون خداش. آرش هم این پسر خودم میمونه، فرق نمی کنه. حالا انشالله خوشبخت بشین و منم ببخشید. بلد نیستم، نمیاد پایین. خب بدون هیچ حرف و حرکت اضافی این هدیه ازدواج شماست. دلم میخواد نوبت نوبتی هممونو دورش بر بگردونیم. اذیت نکنید. بگیر بگیر یا علی. روش منیم.